سلام، سارا هستم از پرژن اوارز جوایز پارسی در لندن. با یکی از مسابقات پرژن اوارز جوایز پارسی در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز در خدمت مهمان عزیزی هستیم، سرکار خانم ملیکا عمرانی. خانم ملیکا عمرانی متولد 1363 هستند. ایشون متولد زابل، مترجم زبان ایتالیایی، مدرس و نوازنده دف و دایره. از سال 1383 شروع به آموزش موسیقی کردن و سالها در زمینه موسیقی فعالیت داشتن. نوازنده ارکستر دف نوازان جمع و سابقه بارها اجرا در تالار وحدت و سالن‌های کنسرت کشور بودن. ایشون دبیر پروژه بزرگ کارگاه دف نوازی دف نوازان جمع جوان هستن و سابقه 8 سال تدریس دارن. سرپرست گروه دف نوازان هامون و سابقه اجرا و کنسرت در سالن‌های کنسرت‌های مختلف رو دارن. خیلی خیلی خوش اومد خانم عمرانی، خواهش می‌کنم بفرمایید. سلام، مرسی، ممنونم از شما و برنامه خوبتون، متشکرم. من همونجوری که خودتون فرمودید نوازنده و مدرس دف هستم، البته دف و دایره. سازهای خوبه دیگه هم زدم اما آموزش نمیدم. خب من از بچگی خیلی علاقه داشتم، یعنی خیلی کوچولو بودم، شاید مثلا 3-4 سالم بود که متوجه شدم که به موسیقی علاقه دارم. خیلی ناخودآگاه روی در خونه ضرب میگرفتم و مادر بزرگم متوجه شده بود. یادم اون موقع به پدرم میگفت که برای بچه یه دایره بگیر، چون ما توی سیستان و بلوچستان بیشتر دایره داریم و به دایره میگم، میگفت برای بچه یه دایره بگیر که با اون دایره مشغول باشه. و هیچ وقت اون ریتمایی که من روی در میگرفتم یادم نمیره، هنوز توی گوشم هست. بعد تا گذشت و سالها گذشت و فکر میکنم تقریبا مثلا 18-19 سالگیم بود، شدم کمتر، که برادرم خیلی علاقه داشت به موسیقی سنتی، کارهای شجریان و شهرام ناظری. البته تو خونه ما همیشه موسیقی بود، به واسطه اینکه پدر مادرم معلم بودن، استاد دانشگاه بودن هر دو، و خب فرهنگی بودن، موسیقی همیشه مرسوم بود دیگه، موسیقی سنتی. ولی توی برهه زمانی خاصی برادر من خیلی علاقه من شد و حتی یادمه که یکی از دوستاش یه دف داشت و میرفت شهرستان، میرفت دانشگاه توی شهر دیگه‌ای و برمیگشت میومد خونه ما، یه دفی با خودش داشت میآورد. همینجوری خیلی هم مثلا چیزی بلد نبود، میزد باهاش و اون ریتم رو باهاش همراهی میکرد. من خیلی دوست داشتم، ولی از اونجایی که خیلی خجالتی بودم خیلی روم نمیشد که مثلا بخوام ابراز علاقه کنم یا حرفی بزنم. فقط تمام اون کاست ها، اون کارهایی که پخش میشد همه رو حفظ میکردم، هی مرور میکردم ریتما رو و آرزون بود مثلا این دف رو از نزدیک ببینم. بعد چون خب برادرم از من بزرگتر بود و بعد برادر من خلاصه دف رو میآورد و گهگداری باهاش یه سری ریتما رو همراهی میکرد، ولی من خیلی روم نمیشد مثلا بهش بگم که میتونم اون سازو ببینم از نزدیک و این مسائل، ولی توی ذهنم خیلی موند، اصلا آرزو شده بود برام که یه روزی این سازو اصلا لمسش کنم. حتی تا اینکه من وقتی میخواستم برم دبیرستان رو تعیین رشته کنم، متوجه شده بودم که اصلا علاقه به هنر دارم. متاسفانه خانواده‌ام، مادر پدرم مخالفت کردن با اینکه بخوام برم دانشگاه، یعنی دبیرستان، یا اصلا بخوام برم هنرستان و دانشگاه هنر بخونم. کلا این خیلی منو ناراحت میکرد، بیشتر دوست داشتم برم انسانی و همون رشته خودشون رو ادامه بدم، بخوام ادبیات بخونم. تا اینکه من در صورت رفتم دبیرستان و بعد به دانشگاه که رسید، من علارغم میلم، حالا اون رشته‌ای که بعد خوندم و من مترجمی زبان ایتالیایی خوندم، دوستش داشتم، ولی تمام فکرم، تمام ذهن من درگیر موسیقی بود. یعنی انقدری که من اشتیاق داشتم واسه موسیقی، اصلا تمام تصورم این بود که یه روزی به یک آزادی، به یک استقلالی برسم که بتونم برم دنبال اون عشقی که دارم. من دقیقا یادمه که سال 83 که دانشگاه قبول شدم و بعد میرفتم دانشگاه، بیشتر از اینکه ذوق دانشگاه رفتن داشته باشم، ذوق اینو داشتم که خب من الان دانشجوام، مستقل شدم و میتونم برم دیگه، به هر حال یک استقلالی دارم که بخوام هم کلاس موسیقی ثبت کنم. چون تا به هر حال ما این شکلی بود تو خانواده‌مون که دانشجو میشدی یه حالا یه جور دیگه رو حساب میکردن.
و من با پول تو جیبیم که پدرم بهم میداد رفتم کلاس موسیقی ثبت نام کردم. به کسی هم نگفتم، رفتم کلاس موسیقی رو، ولی ساز نداشتم، یعنی من دف نداشتم و هر چی پول داشتم پول رو جمع کم دادم شهریه آموزشگاه. وقتی رفتم سر کلاس استادم نگاه کرد گفت که مثلا دف نداری و اینا، گفتم چرا جلسه بعد میارم. که رفتم دیگه دیدم، یادم اومد که اون دفی که برادرم سالها پیش داشته و پاره شده پوستش، مثلا دیگه کاربردی نداشت، استفاده ای نداشت، ولی من هیچ تصوری نداشتم. رفتم اون از توی انباری برداشتم و جلسه بعد که رفتم سر کلاس این سازو من با خودم بردم و استادم الان خندید گفت که خب ملیکا این ساز پاره است، با چی میخوای تو ساز بزنی؟ گفتم من اصلا برام مهم نیست، بالاخره یه جوری شده صدای این سازو در میارم. و خب لطف داشت استادم و به من گفتن که چقدر پول میتونی جمع کنی. منم خب خیلی دختر مستقلی بودم از همون موقع، دلم نمیومد، خب به هر حال پدر من داشت هزینه های دانشگاه میداد برم دوباره فشار بیارم بگم که به من پول بدی من میخوام برم ساز بگیرم. گفت چقدر میتونی جمع کنی؟ گفتم من باز پول تو جیبیامو جمع میکنم، مسیر خونه تا دانشگاه رو مثلا با اتوبوس و اینا میرفتم که بتونم پولمو سیف کنم. و ارزون ترین دفی که تو بازار بود اون موقع من گفت 30,000 تومان میتونی اینو بخری؟ گفتم باشه من پولمو جمع میکنم شما اینو برام بخرید. من این خاطرم تعریف کردم فقط واسه اینکه کسایی که دوست دارن علاقه دارن بدونن که هیچ چیزی قدرتی اینو نداره که جلوی اون عشق و علاقه رو بگیره. من اصلا نه خنده استادم نه تمسخر، حالا هر چی که بود هیچ چیزی نمیتونه جلوی اون حس منو بگیره. من با یه ساز پاره رفتم سر کلاس و برام اینجوری بود که به هر حتی شده من بشینم اینو کوک بزنم بدوزم به هر حال میتونم یه صدایی ازش در بیارم. که خب بعد حالا به هر حال رفتم و افتادم توی این مسیر، برام مهم بود که بتونم بیفتم توی این مسیر رو به چیزی که دوست داشتم نزدیک بشم، با جهانش آشنا بشم. خلاصه من سالها که خب هنرآموز بودم، هنرجو بودم، چه اساتید مختلف کار کردم و برای خودم هدف گذاری میکردم که اولین هدفم این بود که خب بهترین هنرجو باشم، بعد وارد گروه بشم. که من فکر می‌کنم خیلی کوتاه کار کرده بودم، زمان زیادی نبود ولی خیلی وقت می‌ذاشتم، خیلی زمان می‌ذاشتم. یه گروهی اومدم به من پیشنهاد دادن و من اولین تجربه‌ام که اصلا باورم نمی‌شد روی استیج تالار وحدت بود. اصلا من تالار وحدت رو چه فکر نمی‌کردم به این زودی برام اتفاق بیفته، مثلا با خیلی تایم کمی که من دف زده بودم شاید مثلا یه سال و نیم بود وقتی بهم پیشنهاد دادم. من خیلی اعتماد به نفس داشتم، یعنی ظاهری خیلی اعتماد به نفس داشتم اما از درونم خیلی خب اوکی نبودم. بعد من رفتم روی استیج برای اولین بار با یه گروه ملودی که ما اصلا هم تمرین با هم نداشتیم، چون این گروه از سیستان بلوچستان اومده بودن و بس به اتفاق نوازنده دفشون از پرواز جا مونده بود و وقتی اومدن تهران به من گفتن که ملیکا تو پاشو با ما بیا. و من فکر کردم اینا تمرین دارم، متوجهم که همون روز کنسرتشونه. خیلی عجیب بود، هر خودم یادم میفته که چه جوری من پاشدم رفتم اون اجرا رو. و فقط در حدی که ما تو بکستیج با هم یه هماهنگی کردیم که خب چیکار کنیم، چی بزنیم چی نزنیم، و من پام رسید روی استیج تالار وحدت. وقتی رفتم اول اتفاقی که برام افتاد نشستم رو استیج، بغض گلومو گرفت، گفتم که این من هیچ وقت استیج یعنی تو این فضا قرار نگرفتم، من همیشه از اون ور از اون سمت استیج رو میدیدم، هیچ وقت نشده بود که اینجا بشینم و من تماشاگرها رو ببینم. و تمام بدنم میلرزید و بغض گلومو گرفته بود و حالتی بود که فقط بزنم زیر گریه و سازمو بردارم و بودام برم بگم خدافظ من نیستم. هی با خودم فکر کردم، گفتم ملیکا اگر این کاره ای، اگه واقعا دوست داری این هنر و موسیقی و همین امشب بشین و به خودت، فقط به خودت ثابت کن که تو این کاره ای، تو قراره که یه روزی یه نوازنده یه دفی بشی که خیلی ها میشناسنت و قراره که حالا تو تصورات خودم معروف بشی، ولی اگه رفتی ببوس برو و دیگه هیچ وقت سراغ این ساز نرو، چون تو آدم این کار نیستی. یه جدالی درون من بود، اون ملیکایی که میخواست این کار رو انجام بده و ملیکایی که داشت فرار میکرد که بره و برای همیشه سازو بذاره کنار، که خدا رو شکر موفق شدم اون شب و سربلند از اون آزمون بیرون اومدم. اینا همش نقطه های عطفی بود توی کار من، توی مسیری که من داشتم میرفتم. و خب بعد دوباره سالها جدی کار کردم، استادیو پیدا کردم که بهش گفتم من میخوام
حرفه‌ای نمازندگی کنم و میخوام که خیلی جدی آموزش ببینم، چون متاسفانه ما اساتیدی داریم که آدم خبر نداره، نمیدونه که وقتی میره سر کلاس قراره که با این استاد به کجا برسه. اصلا خود استاد حرفه‌ای هست، بلد هست، آگاه هست، سواد داره، یا اینکه نه خیلی شاید مثلا تجربی یاد گرفته و یه سری چیزهای خیلی محدود رو به تو آموزش میده. و خب من سالهای زیادی رو برای آزمون خطای سر کلاس اساتید مختلف رفتن گذاشتم تا استادی رو پیدا کردم که بهش گفتم استاد من میخوام حرفه‌ای کار کنم و خسته شدم از اینکه اینقدر پیش اساتید مختلف رفتم. و وقتی رفتم سر کلاسشون و هنرجوهای ارشدشون رو دیدم، هنرجوهای قدیمیشون رو دیدم، این همون استادی که منو به اون چیزی که میخوام میرسونه. و خب خیلی دوباره جدی و سفت و سخت. من روزی یه چیزی هلوشه مثلا یه دوره 3 ساله من ساعت 11 صبح تا 6 بعد از ظهر بدون توقف فقط ساز میزنم، تمرین میکنم. البته اصلا پیشنهاد نمیدم به کسی که این کار رو بکنه، ولی میخواستم که سریعتر پیشرفت کنم و زودتر به چیزی که میخوام برسم. یه رویاهام این بود که تو ارکسترهای مختلف باشم، نوازنده حرفه‌ای بشم، یه روز بتونم تدریس کنم، که همه اینا به ترتیب برام اتفاق افتاد چون که براش تلاش کردم. من فقط یه آرزو داشتم که برام اتفاق نیفتاد، آرزوم بود کنار استاد شجریان یه روزی بشینم. درست اصلا شاید از نظر موقعیتی خیلی کوچیکم، ولی خب آرزوم بود، رویام بود دیگه همیشه که مثلا این اتفاق بیفته، یه روزی بتونم کنار ایشون بشینم و ساز بزنم. اما همه یه چیزایی که میخواستم توی مسیر برام اتفاق افتاد. خیلی سخت بود ولی خیلی تلاش کردم و مثل معجزه هر قدمی که برمیداشتم اون چیزهایی که میخواستم برام پشت سرم اتفاق میافتاد. حتی پیشنهادات کاری زیاد داشتم، ولی خب از اونجایی که یکم توی فضای کارم غرور دارم، نه غرور بد، یعنی اینجوری هم که به هر کاری فضای تن نمیدم، دوستم توی فضای سالم درست کار کنم، چون موسیقی و هنر همونجوری که خودتون میدونین حواشی خودشو داره و خیلی آدم باید مراقب باشه که درگیر حواشی نشه و آلوده نشه. باید مسیر درست و سالم رو پیدا کنی و توی اون مسیر قدم برداری، چون وقتی میبینی اون جریان تو رو میبره توی مسیری که اصلا هدفت این نبوده و اصلا از اون اصل و اون چیزی که دوست داشتی زده میشی. بعد به من پیشنهادهای کاری دادن، من پله پله رفتم توی بزرگترین کارگاه دفنوازی کشور دبیر پروژه شدم و یه چیز نزدیک که 100 تا هنرجو و نوازنده حالا زیر دست کنم، ولی توی گروه ما بودن، کار میکردن و آموزش میدادیم ما بهشون. و بعد عضو بزرگترین ارکستر دفنوازی کشور شدم که توی سالن‌های مختلف کنسرت داشتیم ما توی شهرهای مختلف، سالن‌های مختلف، و هم ارکستر دفنوازان جم که یعنی اصلا رو دستش نیست واقعا، که متاسفانه خورد به کرونا و کنسرت‌های ما لغو شد، کنسل شد. یه عرضم به حضورتون، توی این مسیری که داشتم پیش می‌رفتم به شدت دلم می‌خواست که معلم بشم. معلمی رو خیلی دوست داشتم، چون از مادر و پدرم این ارث آموزش توی خونم بود و سر خیلی شغل‌های متعدد من رفتم و خیلی از دوستانم به من حرفه‌ها و شغل‌های متعددی رو پیشنهاد میدادن، میرفتم میموندم و حالم بد میشد، میومدم بیرون استعفا میدادم، با اینکه تو تقریبا هر کاری هم که میرفتم خیلی خوب بودم و هی دوباره پیگیرم بودن که میگفتم برگرد تو خیلی خوبی، ولی احساس میکردم که حال روحم خوب نیست، نمیتونم اونجا بمونم، یعنی اسیری بودم که توی قفسم. و یادم میاد که تمام عزممو جذب کردم، گفتم من باید، یعنی میدونستم که روزی این اتفاق میفته، ولی خیلی سخت بود، خیلی سخته توی کشور ما که واقعا آدم با تلاشی که میکنه به خواسته هاش برسه، ولی خب بازم چون رویا و آرزو بود و برش تلاش کردم و درست قدم به قدم پیش رفتم، دیگه به اون چیزی که میخواستم هم رسیدم. یعنی من تمام شغلها، تمام حرفها رو گذاشتم کنار، سختی کشیدم، بیپولی کشیدم و واقعا حتی میموندم تو خونه گریه میکردم، میگفتم خب من الان اینقدر توانایی دارم که برم جای کار کنم، خیلی درآمد خیلی خوبی داشته باشم، ولی به خاطر اون عشقی که دارم نمیخوام برم، من میمونم، سختی میکشم، تلاش میکنم، پای موزم میمونم، چون حرفای اطرافیان که آره برو سر کار و این چیزا هم پیش میاد و خیلی سخته برات که بخوای به همه بفهمونی که آقا من اصلا رویام چیز دیگه ایه،
من میدونم اینجا برام خوبه یا موقعیت خوبی، ولی من اینو نمیخوام. من دلم میخواد برام اون چیزی که خودم دوست دارم بهش برسم. و من از یه دونه هنرجو شروع کردم، اونم دوستم بود که خیلی به من لطف داشت، گفت که من میدونم تو این کار خیلی دوست داری، بیا از من شروع کن، با من یه نفر شروع کن که این باور در تو اتفاق بیفته که تو یه معلم دفی، تو یه معلم موسیقی هستی، دیگه به بقیه توضیحی نده که چند تا هنرجو داری، چند تا شاگرد داری، فقط این باور برای خود به وجود بیاد که من این لحظه واقعا بهترین لحظه زندگی بود. اصلا برام مهم نبود که درآمدم قراره چقدر باشه، اصلا دنبال این چیزا نبودم. و با این دوست خیلی عزیزم این اتفاق ما رقم زدیم و اون لحظه دیگه لحظه بود که من وصل شدم به اون چیزی که میخواستم و دیگه آموزشگاه‌های مختلف بعد بهم کم کم پیشنهاد دادن. دیگه یه جوری شد که واقعا من فرصت نداشتم به آموزشگاهی به هنرجوی اوکی بدم، مثلا دیگه تایمام داشتم اینجوری پر میشد و افتادم باز دوباره توی مسیر معلمی که خیلی دوستش داشتم و همچنان دوست دارم و عاشقشم واقعا با تمام وجودم آموزش میدم. بسیار حوالی خیلی خوشحالم براتون که این مسیری که طی کردید با تمام موفقیت هایی که داشتید با عشق بوده و به اون چیزی که دلتون میخواست رسیدین، از همه چی مهمتره به اون هدف بزرگی که همیشه تو ذهنتون داشت رسیدید و این خیلی مسئله مهمیه توی بحث زندگی. تبریک میگم خدمت شما. خب بریم سر وقت سوال. میخوام بدونم که به هر حال شما تدریس میکنید، خانواده ها از چه سنی فرزندانشون رو پیش شما بیارن که ساز رو راحت تر آموزش ببینن؟ ببینید چیزی که خیلی جا افتاده، یعنی این تصور خانواده از موسیقی اینه که بچه کودکشون باید بره کلاس عرف و بلز رو آموزش ببینه، با ملودی آشنا بشه، که خب مشکلی نیست، خب خیلی هم درست و اصولیه. اما موسیقی از دو بخش تشکیل شده، ملودی و ریتم. وقتی بچه میره کلاس عرف و با قسمت ملودی موسیقی آشنا میشه، قسمت ریتم با در واقع هیته کاری کوبه ای نوازه، کسی که تنبک کار میکنه، دف کار میکنه، دایره کار میکنه و از حالا سازهای کوبه ای دیگه. الان بهتر شده، قبلا فقط خانواده‌ها فکر میکردن که باید کودکشون رو ببرن کلاس در واقع عرف، اما الان اینجوریه که مثلا بچه 3 سالشه، 4 سالشه، 5 سالشه، خانواده متوجه میشن یا استعدادیابی میکنن که این بچه علاقه به سازهای کوبه ای داره، یا حتی فضای مجازی خیلی کمک کرده به این اتفاق که بچه ناآگاه نیست، به واسطه فضای مجازی میبینه توی پیجای مختلف و به خانواده میگه که من اینو میخوام، من این سازو میخوام، من این سازو دوست دارم، و خانواده متوجه میشن که بچهشون علاقه داره و میارنش سر کلاس موسیقی. حالا دو تا بحث رو شما فرمودین که از چه سنی، واقعا محدودیتی نداره، ولی دیگه مثلا زیر 4 سال یکم سخته دیگه، یعنی که ساز رو دستش بگیره بخواد کنترل کنه، معمولا 4-5 سال مناسبه. مناسب هست. این مقدار در مورد خود دف برام توضیح بدید که دف، البته خب همه ایرانی ها دف رو میشناسن و همه دیدن دف رو، ولی میخوام بدونم یه مقدار در مورد دف توضیح بدید، بدونیم که به چه سبکی هست و به چه سبکهایی نواخته میشه. ببینید من خودم همون زمانی که شروع کردم آموزش، خیلی ناخودآگاه متوجه شده بودم که، چون میگن که دف یه ساز عرفانیه و خیلی ها مقدس میدوننش، که من خیلی با این کلمه موافق نیستم، اما با اینکه سنم کم بود و تازه داشتم آموزش میدم، متوجه شدم که یه سری مقام ها وجود داره که بعضی از اساتید اصلا اونو کار میکنن آموزش میدن، بعضی از اساتید اصلا علاقه ندارن. یعنی ما اختلاف نظر و اختلاف سلیقه توی دف نوازی خیلی زیاد داریم، البته سازهای دیگر نمیدونم ولی توی دف زیاده. خب خاستگاه دف کردستانه، شهرهای دیگه هم دف رو دارن، حتی خود سیستان بلوچستان که زادگاه من هست دارن، ولی بیشتر به اسم دایره دارن. ترک ها دارن، آذری ها دارن، جنوب دارن، شهرهای جنوبی دارن، همه شهرها دارن، اما کردها همشون توی خونه هاشون دف دارن و تقریبا میتونم بگم که نوازنده های خیلی خوبی
تربیت شدن توی اون خطه، چون از کودکی به خاطر به واسطه خانقاه که توی خانقاه دف می نوازن، در کسی که توی کردستان زندگی می کنن به این واسطه بیشتر در به واسطه خانقاه بیشتر میتونن مثلا این ساز رو زودتر بشناسن تا حالا ماهایی که حالا کسانی که خیلی آشنایی ندارن. بعد تقریبا میشه گفت یه ساز مقامی میتونه باشه که باز هم به واسطه و به واسطه فضای خانقاه که دراویش ذکر میگن و یه سری مقام های سری جمله های ادواری، ریتم های ادواری که میشه همون ذکرها از این طریق خلق شده توی فضای خانقاه و این ریتم های مقامی که حس عرفانی داره و باعث اون خلسه میشه که خیلی ها میگن وقتی طرف دف میزنه من میرم تو خلسه. خب این خلسه برای چی اتفاق میفته؟ خلسه از تکرار اتفاق میفته، مثل رقص وقتی شما میرقصین اون خلسه اتفاق میفته به خاطر اون دور و اون تکرارش. پس یه سری ریتم ها ما از خانقاه داریم، به لطف خانقاه داریم که ساخته شده، خلق شده و اون فضا و حال و هوای عرفانی و مقامی رو داره. توی یک فضای دیگه هم این ساز سازیه که مثلا ریتم‌های فولک، ریتم‌های محلی داره که باز به واسطه هر خطه، هر شهر، هر منطقه‌ای که این ساز رو داشته اون موسیقی فولکش اون ریتم های فولک رو همراهی کرد و یه سری ریتم های فولک خلق شده و یه سری ریتم های باز مطربی میگن بعضیا که ریتم های شاده، شیش و هشتیه که الان خیلی مد شده توی عروسی ها، توی مراسم ها ازش خیلی استفاده میکنن. خانم اصلا شده یک مثلا حرفه‌ای که خانم‌ها اصلا میرن فقط اون ریتم‌های شاد رو آموزش می‌بینن و گروه تشکیل میدن و میرن تو عروسی‌ها که خیلی مخالفن با این قضیه، میگن آی چرا، وای چرا، چرا دارن به قداست دف توهین میکنن، در صورتی که از نگاه منی که چند سال توی این فضا هستم به نظرم اون خانم داره زحمت میکشه، کار میکنه و از راه درست پول در میاره. حالا آی چرا اینجوری، چرا این شکلی، به نظر من هیچ کار بدی هم نیست و خیلی هم قشنگه. ممنون از توضیحاتتون. خب وقتی که میخوان انگشتانشون انعطاف بیشتری داشته باشه و چابکی داشته باشه، چون به هر حال توی دف انگشتان خیلی کاربرد خیلی زیادی دارن، آیا میخواستم ببینم، چون من شنیده بودم که مثلا میگن انگشتان باید بلند باشه تا روی دف بتونید راحت‌تر دف نوازی رو انجام بدید، آیا این صحت داره و بعد چی کار بکنن که بتونن این مهارت دستشون رو بیشتر کنن؟ خب ببینید، من واقعا نمیدونم این نگاه، این دیدگاه اصلا از کجا اومده که باید انگشتا کشیده و بلند باشه. من استادی رو میشناسم، یکی از بهترین اساتید دف نوازی که از 6 سالگی توی کردستان دف زدم و واقعا وقتی که دف میزنه اصلا روحت به پرواز در میاد، انقدر بی نظیر صدای سازش و ساز زدنش، ولی واقعا دستای کوچیکی دارن و اصلا هیچ ارتباطی نداره. دقیقا اتفاق دست مثل همون قضیه استعداده که باز من بهش اعتقادی ندارم، من میگم همه چی فقط عشق و علاقه و تمرینه و معلم خوب. پس این مسئله شاید انگشتای بلند و کشیده کمک بیشتری کنه زودتر اون صدا رو توی شروع، وقتی هنرجو صبور نیست، اول کارشه، میخواد سریع صدا در بیاره، خب اونی که انگشتش بلند شد توی شروع زودتر اونو به اون خواستش برسونه، ولی توی ادامه مسیر اصلا هیچ ارتباطی نداره. کسی که انقدرم دست کارشونه، وقتی بچه کوچو، دقیقاً وقتی بچه کوچولو با انقدر دست میتونه اون صدا رو از ساز در بیاره، کسی که بزرگ هم میتونه. در مورد حالا ورزیدگی انگشت ها و اون چابکی که فرمودین، ما یه مسئله داریم توی موسیقی به اسم بهداشت نوازندگی که متاسفانه حالا شاید تو ایران اصلا بهش بها داده نمیشه، اصلا هنرجو که اصلا نمیدونه چیه و نوازنده خیلی کم پیش میاد که سمتش میرن. من خودم متاسفانه سالها کار کردم و هیچ وقت نمیتونستم اصلا چنین چیزی وجود داره، چون اساتید ما متاسفانه به ما هیچ وقت نگفتن که چیز به اسم
بهداشت نوازندگی وجود داره که اگر رعایت نکنی آسیب میبینی، آسیب‌های نوازندگی که من خودم به واسطه متاسفانه یه مشکلی که یه دوره‌ای برام پیش اومد، من تقریبا 9 ماه دستام از کار افتاد به خاطر اینکه خیلی ساز میزدم، خیلی زیاد از حد که اصلا من به هنرجو پیشنهاد نمیدم و با یه متدی آشنا شدم به اسم متد میوز ماسل که اونجا من یاد گرفتم که چجوری چه در واقع تمرینات و وارماپ‌هایی رو انجام بدم. در واقع دوره شو دیدم، کامل رفتم. من 9 ماه به جای اینکه برم فیزیوتراپی و درگیر این مسائل بشم، چون من خیلی مطالعه میکنم، تحقیق میکنم در مورد چیزی، وقتی که دوچار یک اتفاقی میشم اینقدر میرم جاهای مختلف و سرچ میکنم، تحقیق میکنم تا به اون مسیری که میخوام برسم پیداش کنم. یا متوجه شدم که اصلا یه چنین چیزی وجود داره ولی ما اصلا نمیشناسیم و نمیدونیم و حتما باید آسیب ببینیم تا بفهمی چه بلای سرت اومده. و من با اون متد، چون تمرین کتاب داره، چند جلد کتاب داره، تمرینات خیلی، البته هزینه خیلی زیادی هم براش دادم ولی خب برام خیلی مهم بود و فهمیدم که خب من میتونم این تمرینات رو درست انجام بدم که بتونم همیشه درست و اصولی ساز بزنم و آسیب کمتری ببینم. بسیار هم عالی. برای شاگردانتون، برای اینکه بتونن دف نوازی رو انجام بدن، چه کتابهایی پیشنهاد میدید؟ ببین، ما کتاب های زیادی تألیف شده توی دنیای دف، جهان دف نوازی، اما بعضی هاشون تکرار مکررات از نظر من. البته خب اساتید همکارانم زحمت کشیدن، کتاب های زیادی رو تألیف کردن. من خودم توی متد آموزشیم از کتاب آینه دف نوازی استفاده میکنم، چرا؟ چون که مقام های دف نوازی رو میاد درست و اصولی آموزش میده، چیزی که کمتر توی کتاب های دیگه هست و هنرجو شاید مثلا 10 تا کتاب رو هم آموزش دیده یا کار کرده، اما بعد از اینکه میاد مثلا پیام میده یا میاد سر کلاس به ما، مثلا به من میگه که من میخوام ادامه بدم، میگم خب عزیز من شما مقام های دف رو میشناسی؟ میگن که نه استاد ما نمیشناسیم، ما اصلا آشنایی نداریم. خب تو این همه کتاب کار کردی چطور نمیشناسی؟ چون توی کتاب ها جامع و کامل نیومده، اما توی این کتاب آیین دف نوازی کامل مقام ها اومده و معرفی کرده. و یه کتاب خیلی خوبی هم که هست، کتاب 100 درس دف هست، 100 درس و مشق دف، که اونم خیلی کمک میکنه که هنرجو ریتم های مختلف رو بکنه. و کتاب های دیگه که الان اگه بخوام بگم که باید بشینم اینجا بکنم. بسیار ممنونه. خب بفرمایید که الان فعالیت های خودتون رو عنوان کردید، به چه شکلی هست؟ برنامه تو در آینده چیه؟ چه چیزهایی توی ذهنتون هست و چه مسیری برای خودتون تعریف کردید؟ خب عرضم به حضورتون، ما کلن از وقتی که کرونا اومد خیلی چیزا عوض شد، خیلی چیزا تغییر کرد. یعنی متاسفانه مخصوصا که 1-2 سال اول واقعا روحمون مریض شد، افسردگی گرفتیم، چون که هنرمند به هنرش زنده است، به استیج زنده است، به مخاطبش زنده است، به آموزشش زنده است. یعنی اگر من با این سختی، با این رنج، با این همه تلاش رسیدم به چیزی که میخواستم بعد از سالها، دقیقا کرونا اومد اینا رو همه رو تغییر داد، ازمون گرفت. و خب من شاغل نبودم توی اداره که بتونم حالا دورکاری کنم یا بتونم به هر حال درآمدمو داشته باشم. ما درآمدمون حتی به حداقل رسید. من خودم واقعا یه از یه درآمد خیلی خوب و مناسب که داشتم خوب کار میکردم، رسید به یک کفی که واقعا اصلا هیچ وقت فکرشو نمیکردم همچی اتفاقی برام بیفته. خب از نظر مالی به مشکل برخوردیم، از نظر روحی خودم بسیار حال روحیم بد شد، چون احساس میکردم واقعا برای من پایان زندگیمه، چیکار میتونستم بکنم که به جبران اون حال خوبو که برای ما روی یه استیج رفتن، یه اجرا برابر با مثلا چه میدونم 6 ماه شاید مثلا توی یه فضای متفاوتی کار کردن و یه درآمد خیلی خوب داشتم، اون شب با اون فضا واقعا برابری میکنه. اما چه اتفاقی افتاد؟ ما خیلی تلاش کردیم، من خیلی تلاش کردم که خب هنر جایی که نشستیم تو خونه و نمیتونیم بیاییم سر کلاس، معلمایی که نشستیم تو خونه و کار نداریم، شغل نداریم، بیاییم موسیقی به صورت آنلاین را بندازیم و در واقع مرسومش کنیم. هی مقاومت از طرف هنرجو، از طرف اساتید، از طرف معلم ها که نه 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 اصلا آنلاین معنی نداره. و با واقعا
مقاومت و تکرار اینقدر این اتفاق تکرار شد که دیدیم که خب ما که نمیتونیم کار دیگه بکنیم. خود من به شخص حاضر نیستم الان کار دیگه رو به من پیشنهاد بدم و من برم، حتی انقدر به من فشار اومد که من مجبور شدم یه دوره کوتاهی برم، یه هفته رفتم سر یه کار مثلا حالا دیگه ای، ولی خب اصلا دوباره نتونستم ادامه بدم و دوباره برگشتم سر کار خودم. آموزش آنلاین جا افتاد با تکرار و ممارستی که من به شخص خودم داشتم. یعنی من آموزش آنلاین، آموزش مجازی رو معطوف نکردم به دوره کرونا، الان که خب خیلی شرایط بهتر شده و آموزشگاه ها باز شده دیگه یه شکلی شد که برای من مسئله تغییر کرد. الان تمرکز من بیشتر روی آموزش مجازی تا آموزش حضوری. این معنی که 4 روز در هفته، 5 روز در هفته آموزشگاه های مختلف تهران میرفتم، محدوده های مختلف، دیگه جای رسید که احساس کردم که خب سخت برام رفت و آمد و واقعا نمیتونم حالا اون هزینه ایاب زهاب و به هر حال آموزشگاه ها لطف دارن 50% شهریه رو برمیدارن و با اینکه واقعا حقشون نیست، هنرجو از طرف من داره میاد، ولی خب آموزشگاه این لطف در حق ما دارن. خب بعد اصلا من بیشتر از این به این فکر کردم که اصلا باشه آموزشگاه هم میرم، همون روال رو ادامه میدم، اما من این همه مخاطب توی شهرهای مختلف دارم، توی کشورهای مختلف، حتی کسی که اصلا نمیتونن بیان سر کلاس من و آموزش ببینن، پس بیام یه شرایطی رو رقم بزنم که از تمام شهرها، از کشورهای مختلف خارج از ایران بتونن شانس اینو داشته باشن که کلاس دارن، بله، توی کلاس شرکت کنم. و بیشتر از همه دلیلم این بود که بتونم از شهرهای مختلف، الان خب کلی هنرجو دوست توی شهرهای مختلف دارم و حتی حالا برام خیلی کم پیش به سفر بتونم برم به خاطر کارم و اینا، اما مثلا بهشون میگم من اگه مثلا یزد اومدم میام پیشتون، من اگه بندرعباس اومدم میام پیشتون، و خب چه عیبی داره، من بیشتر میتونم با آدمهای مختلفی شد که دقیقاً همین باعث شد که خیلی مسیرها کوتاه‌تر شد و خیلی کارها راحت‌تر داره انجام میشه. درسته که اون احساساتی که توی نزدیک هست توی مجازی نیستش و خیلی خب شرایط ممکنه سخت‌تر باشه، مخصوصا برای آموزش شما، ولی من احساس میکنم که این باعث شد که بتونید دنیاتون رو بزرگتر بکنید، آدم‌های بیشتر. همین اتفاق افتاد. من الان یه آموزشگاه توی تهران، فقط یه آموزشگاه که صحبت کردم گفتم برای من همین پایگاه توی تهران کافیه، هر عزیزی که دوست داشت بیاد حضوری آموزش ببینه، بیاد از نزدیک آموزش ببینه، اما روزهای دیگه‌مو به آموزش مجازی اختصاص دادم، آموزش آفلاین، آموزش آنلاین، و خیلی هم حالمون خوبه، تو خونه ایم، نشستیم با هنرجو میگیم، میخندیم ساز، و خیلی سخت بود. من واقعا یک سال اول انتقال مفهوم برام سخت بود، یعنی من سر کلاس راحت ساز هنرجو رو میگیرم، حرکت میدم، اصلا اینجا رو اشتباه گرفتی، اینجا رو درست گرفتی، ولی تا یه سال اول واقعا مستعصل بودم که چجوری منتقل کنم که این سازو تست گرفتی، راست گرفتی، صاف گرفتی. الان دیگه برام شده مثل همون آموزش حضوری، همون بر راحت، و خدا رو شد خیلی هم بچه ها خوب دارن کار میکنن و پیشرفت کردن. این توی آموزش همه، توی باقی ماجراها که فعلا اتفاقی نیفتاده، حالا سالانه کنسرت قرار بشه برگزار بشه، کنسرت هر جایی که باز بشه، من خودم تمرکزم رو بیشتر روی آموزشم گذاشتم، به امید خدا حالا تا شرایطم تغییر کنه ببینیم چه کاری میتونیم انجام بدیم. خدا براتون آرزوی موفقیت دارم. میخوام خیلی وقتتون بگیرم، میدونم تو ایران دیگه وقته. در بخش پایانی اگر صحبتی دارید برای عزیزانی که میخوان وارد این حرفه بشن و دوست دارن که راه شما رو ادامه بدن، براشون اگر صحبتی دارید خواهش میکنم بفرمایید. خواهش میکنم. ببینید من از اولم نگاهم این بود که نیام یه مصاحبه خشک اتفاق بیفته از طرف خودم، شما که خب حرفه‌این توی این کار، چون اون دلی و حسی حرف زدنه خیلی میتونه تاثیرگذارتر باشه. من اگه روی یک نفرم روی این کره خاکی بتونم تاثیر بذارم، رسالتمو انجام دادم. و واقعا دوست داشتم، یعنی یه جاهایی وقتی داشتم صحبت میکردم بغض گلومو گرفت، چون یاد تمام لحظه‌ای افتادم که این مسیر رو طی کردم، و واقعا از اعماق وجودم میگم هیچ چیزی در جهان با عشق و علاقه برابری نمی کنه. یعنی اگر کسی به نظر من
وارد مسیری بشه، وارد کاری بشه، وارد حرفه‌ای بشه که دوستش نداره، عاشقش نیست، یا حتی آدمی رو کنارش انتخاب کنه که دوستش نداره، اگر بتونه و از دست بده این موقعیت رو، واقعا در حق خودش و روح و جسم خودش ظلم کرده. ما یه بار به دنیا میایم، یه بار زندگی میکنیم و این حق رو داریم که اون چیزی که عاشقانه دوستش داریم رو داشته باشیم. اگر اصلا این که من نمیتونم، من خانوادم نمیذارن، اینا همش اون بندهایی که جلوی ما رو میگیره، اون ترسهایی که از کودکی با ما بوده. باید یه جایی به این باور برسیم که اینا همش ترسهای بیخودی که جلوی پیشرفتمون رو میگیره. خانوادم نمیذارن، نمیدونم، من نمیتونم، دستم کوچیکه، استعداد ندارم، روشو ندارم، اینا همش بهونه است، همش ترسه و کافیه به این باور برسی که من میتونم، اخی یه چیزی دوست داری من میتونم و هیچ چیزی جلوی اون عشق و علاقه رو نمیگیره و من دیگه در ساده ترین و صادقانه ترین و خالصانه ترین حالت ممکن، شاید هیچ کسی اینقدر راحت نیاد که من با یه دفعه کار شروع کردم، چون شاید کسی بخواد حالا قضاوت کنه، من این مدلی نیستم، من میگم این نداره، بذار هنرجو که الان منو داره، امروز منو داره میبینه به واسطه فضای مجازی، بدونه که تو گذشته من چه مسیری طی شده تا من به اینجا رسیدم. پس اون محدودیته نباید مانع پیشرفت من بشه، مانع اون مسیر بشه. واقعا اگر چیزی رو دوست دارن بچه ها، از فرق نمی کنه، هر کسی، از بچه کوچیک گرفته نوجوان، جوان، اصلا مسن میان سال، اصلا فرقی نمی کنه تو چه سنی هستی، مهم اینه که عاشقانه وقتی یه چیزی رو دوست داریم، حتی احساس میکنیم که این مسیر این اتفاق حالمون رو خوب میکنه، حال روحمون. اصلا من شاید مثلا هیچ وقت به رقص فکر نکنم، ولی میبینم یه جایی و برام یه تلنگری که چقدر جالب، این میتونه حال منو خوب کنه، خب من در کنارش. همیشه هم قرار نیست که ما حرفه‌ای چیزی رو ادامه بدیم، همین که بتونیم وارد اون مسیر بشیم، اون مسیر ما رو با خودش میبره، اون مسیر به ما نشون میده که قراره کجا بریم و چیکار کنیم و قراره اون غایت و اون اتفاق چی باشه برامون. مهم اینه که خودمون رو بسپاریم بهش و نشینیم یه جا بگیم نه نمیتونم، نمیتونم، من استعداد ندارم. من یه جمله هم در مورد استعداد بگم، سوالی که خیلی ها میپرسن و خیلی ها به من پیام میدن که من کجا بدونم که استعداد دارم. من به شخصه به عنوان کوچکترین عضو از جهان دفنوازی بر اساس تجربیات خودم توی این سالها میتونم بگم که من به شخصه به استعداد اعتقادی ندارم. به نظر من عشق و علاقه و تمرین و یک معلم و راهنمای خوب که بتونه تو رو تو مسیر درست بندازه خیلی مهمتر از استعداده، چون ما دو نوع استعداد داریم، استعداد جوششی و استعداد کوششی. یکی هست استعداد جوششی درونی داره که اصلا بچه هست 2 سالشه 3 سالشه شروع میکنه به رقصیدن، به ساز زدن، به شعر گفتن. یکی هست که با کوشش به دست میاره اون چیزی که میخواد. پس اگر کسی که این سوالو میپرسه منظورش استعداد جوششی و استعداد جوششی رو نداره، اب نداره، بذاردش کنار، ما یه استعداد دیگه داریم مثلا استعداد کوششی، میتونه اونو دنبال کنه. کوشش با تمرین به دست میاد، با ممارست به دست میاد. پس هیچ محدودیتی برای هیچ آدمی در جهان برای چیزی که دوست داره وجود نداره. سپاس از شما، سپاس از توضیحات قشنگت و خیلی خوشحالم که امشب با شما صحبت کردم، افتخاری برای من بود. براتون آرزو میکنم که همیشه به همین نحو ادامه بدید و پیشرفت خیلی زیاد شما رو در آینده نزدیک ببینم و به خودم ببالم که امروز با شما مصاحبه داشتم و براتون آرزوهای خوب دارم، برای شما خانواده محترمتون سلامتی و شادی و تندرستی داشته باشید در همتون. ممنونم، مرسی از شما. من از شما ممنونم، واقعا حس و انرژی خیلی خوبی به من منتقل کردید. من بعد از 12 تا کلاس آنلاین که پشت سر هم داشتم و ساعت 2 ظهر تا هم 2 ساعت پیش که واقعا خسته بودم و چند بار اومدم بهتون پیام بدم که تایم منو موکول کنین به یه تایم دیگه، ولی انقدر به من حس خوب و مهر و عشق منتقل کردین از راه دور که دلم نیومد، گفتم اب نداره، من با همه خستگیم شاید خب اونقدر تمرکز نداشته باشم وقتی که ذهنم آزاده بشینم باهاتون صحبت کنم و این مصاحبه اتفاق بیفته، ولی دلم نمیاد واقعا، چون خیلی حس خوبی ازتون گرفتم و ممنونم ازتون، متشکرم. امیدوارم برای شما هم بهترین اتفاقات بیفته. متشکرم، خوبی داشته باشی، زنده باشی، خدا نگهدار.